آقای اعظمی سلام بر شما، خوش آمدین. در اول اگر بگویید که شایعات تشکیل حکومت موقت به نظر شما از کجا سرچشمه گرفته و هدف آن چیست؟ با عرض سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز تلویزیون. به شما بهتر معلوم است که حکومت موقت ما 14 سال پیش شروع کردیم. کسانی که حلقات یا گروه‌های درونی یا بیرونی در کشور اگر موضوع حکومت موقت مطرح می سازند، این به این معنی است که ما باید به عقب بریم. این خودش برای دموکراسی یک خطر است، یک تهدید است. بنان امروز در مشران جرگ شورای ملی افغانستان سر از این موضوع بحث شد و این را به صورت کامل ما رد کردیم. دستاوردهای ما، دموکراسی ما، حقوق زن، آزادی مطبوعات، از اینکه در زیر یک سقف همه افغان ها با عقاید مختلف سیاسی کار میکنن، اگر ما باز شروع کنیم سر حکومت موقت و این مسائل، این به این معنا که همه دموکراسی را زیر پای کردیم و این حلقاتی است که فکر میکنم که اونا نمیخوان یک افغانستان باثبات باشه، یک افغانستان که دارای امن باشه و افغانستان که دارای دموکراسی باشه. به هر صورت توسط نمایندگان مردم افغانستان آقای اعظمی، میتونید که این حلقات و یا این افراد را مشخص بسازین؟ کیا هستند؟ در طول چند روز گذشته از برخی منابع بعضی تبصره های شنیده شده، شما چی فکر میکنید که این افواهات کی پخش میکنن؟ من فکر میکنم حلقات استخباراتی منطقه، کسایی که میخواین افغانستان با جهانیان بی ثبات نشان بدن، یاد داره و افراد و اشخاصی که به شما بهتر معلوم است که در افغانستان تروریسم، افراد و اشخاصی که دهشت افغانی را سازماندهی میکنن، اینا مشخص هستند. به هر صورت مردم افغانستان آل به طرف دموکراسی روان هستم، به طرف حکومت مردم سالاری روان هستم. شما آیا حکومت وحدت ملی را که اینک حدود یک سال از ایجادش میگذره کامیاب میخوانین یا ناکام؟ به هر صورت حکومت وحدت ملی با وصف از اینکه نواقص، کمبودات و مشکلات خود داره، ما دیگه بدیلی به عوض از اون نداریم. ما باید حمایت کنیم حکومت وحدت ملی را و به این ارتباط حمایت مردم همراه حکومت وحدت ملی هست، مورد تایید ماست و این به خیر مردم افغانستان است، چون تمام مردم افغانستان خود تمثیل میکنه، میبینه دیگه حکومت وحدت ملی و آیستا آیستا پایش مستحکم شده میره. یکی از مواردی که آقای غنی و آقای عبدالله روی از این توافق کرده بودن اصلاح نظام انتخاباتی بوده. سرنوشت انتخابات هنوز هم معلوم نیست، دلیل ایره چی میدانین؟ ما توقع ما منعیس نمایندهای مردمی است که مردم افغانستان هم همین توقع را دارند که انتخابات اصل دموکراسی است. به این راستا ایجاد از این کمیسیون اصلاح انتخاباتی به خاطر کمبود و نارسایی هایی که در نظام انتخاباتی ما در گذشته وجود داشت به نفع مردم افغانستان است و هرچه زودتر زمان و تقویم و خود انتخابات باید اعلان شود و مردم واقعاً انتظار از این را دارند که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که میادش تکمیل شده اشتراک کنند و دموکراسی ما هنوز هم پخته. تشکر از شما آقای اعظمی، موفق باشید. ممنون.